أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. حامیم. این کتابی است که از سوی خداوند رحمان و رحیم نازل شده است، کتابی که آیاتش هر مطلبی را در جای خود بازگو کرده، در حالی که فصیح و گویاست برای جمعیتی که آگاهند، قرآنی که بشارت دهنده و بین دهنده است، ولی بیشتر آنان روی گردان شدند، از این رو چیزی نمی شنوند. آنها گفتند قلبهای ما نسبت به آنچه ما را به آن دعوت می کنی در پوشش هایی قرار گرفته و در گوش های ما سنگینی است و میان ما و تو حجابی وجود دارد، پس تو به دنبال عمل خود باش، ما هم برای خود عمل می کنیم. بگو من فقط انسانی مثل شما هستم، این حقیقت بر من وحی می شود که معبود شما معبودی یگانه است، پس تمام توجه خیش را به او کنید و از وی آمرزش طلبید. وای بر مشرکان، همانها که زکات را نمی پردازند و آخرت را منکرند، اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند پاداشی دائمی دارند. بگو آیا شما به آن کس که زمین را در دو روز آفرید کافر هستید و برای او همانندهایی قرار می دهید؟ او پروردگار جهانیان است، او در زمین کوههای استواری قرار داد و برکاتی در آن آفرید و مواد غذایی آن را مقدر فرمود، اینها همه در چهار روز بود، درست به اندازه نیاز تقاضا کنندگان. سپس به آفرینش آسمان پرداخت در حالی که به صورت دود بود، به آن و به زمین دستور داد به وجود آیید، خواه از روی اطاعت و خواه اکراه. آنها گفتند ما از روی طاعت می آییم. در این هنگام آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز آفرید و در هر آسمانی کار آن آسمان را وحی و مقرر فرمود و آسمان پایین را با چراغهایی ستارگان زینت بخشیدیم و با شهابها از رخنه شیاطین حفظ کردیم. این است تقدیر خداوند توانا و دانا. اگر آنها روی گردان شوند بگو من شما را از صاعقه‌ای همانند صاعقه عاد و ثمود می ترسانم. در آن هنگام که رسولان از پیش رو و پشت سر به سراغشان آمدند که جز خدا را نپرستید، آنها گفتند اگر پروردگار ما می خواست فرشتگانی نازل می کرد، از این رو ما به آنچه شما مبعوث به آن هستید کافریم. اما قوم عاد به ناحق در زمین تکبر ورزیدند و گفتند چه کسی از ما نیرومند تر است؟ آیا نمی دانستند خداوندی که آنان را آفریده از آنها قوی تر است؟ و به خاطر این پندار پیوست آیات ما را انکار می کردند. سرانجام تند بادی شدید و هولنگیز و سرد و سخت در روزهایی شوم و پرغبار بر آنها فرستادیم تا عذاب خار کننده را در زندگی دنیا به آنها بچشانیم و عذاب آخرت از آن هم خار کننده تر است و یاری نمی شوند. اما ثمود را هدایت کردیم، ولی آنها نابینایی را بر هدایت ترجیح دادند، به همین جهت صاعقه آن عذاب خار کننده به خاطر اعمالی که انجام می دادند آنها را فرو گرفت.
و کسانی را که ایمان آوردند و پرهیزگار بودند نجات بخشیدیم. به خاطر بیاورید روزی را که دشمنان خدا را جمع کرده به سوی دوزخ می برند و صفوف پیشین را نگه می دارند تا صفهای بعد به آنها ملحق شوند. وقتی به آن می رسند گوشها و چشمها و پوستهای تنشان به آنچه می کردند گواهی می دهند. آنها به پوستهای تنشان می گویند چرا بر ضد ما گواهی دادید؟ آنها جواب می دهند همان خدایی که هر موجودی را به نطق درآورده ما را گویا ساخته و او شما را نخستین بار آفرید و بازگشتتان به سوی اوست. شما اگر گناهانتان را مخفی می کردید نه به خاطر این بود که از شهادت گوش و چشمها و پوستهای تنتان بیم داشتید، بلکه شما گمان می کردید که خداوند بسیاری از اعمالی را که انجام می دهید نمی داند. آری این گمان بدی بود که درباره پروردگارتان داشتید و همان موجب هلاکت شما گردید و سرانجام از زیانکاران شدید. اگر صبر کنند یا نکنند به هر حال دوزخ جایگاه آنهاست و اگر تقاضای عفو کنند مورد عفو قرار نمی گیرند. ما برای آنها هم نشینانی زشت سیرت قرار دادیم که زشتی ها را از پیش رو و پشت سر آنها در نظرشان جلوه دادند و فرمان الهی درباره آنان تحقق یافت و به سرنوشت اقوام گمراهی از جن و انس که قبل از آنها بودند گرفتار شدند. آنها مسلماً زیانکار بودند. کافران گفتند گوش به این قرآن فرا ندهید و به هنگام تلاوت آن جنجال کنید، شاید پیروز شوید. به یقین به کافران عذاب شدیدی می چشانیم و آنها را به بدترین اعمالی که انجام می دادند کیفر می دهیم. این آتش کیفر دشمنان خداست، سرای جاویدشان در آن خواهد بود. کیفریست به خاطر این که آیات ما را انکار می کردند. کافران گفتند پروردگارا آنهایی که از جن و انس ما را گمراه کردند به ما نشانده تا زیر پای خود نهیم تا از پست ترین مردم باشند. به یقین کسانی که گفتند پروردگار ما خداوند یگانه است سپس استقامت کردند، فرشتگان بر آنان نازل می شوند که نترسید و غمگین مباشید و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده است. ما یاران و مددکاران شما در زندگی دنیا و آخرت هستیم و برای شما هر چه دلتان بخواهد در بهشت فراهم است و هر چه طلب کنید به شما داده می شود. اینها وسیله پذیرایی از سوی خداوند آمرزنده مهربان است. چه کسی خوشگفتار تر است از آن کس که دعوت به سوی خدا می کند و عمل صالح انجام می دهد و می گوید من از مسلمانانم. هرگز نیکی و بدی یکسان نیست، بدی را با نیکی دفع کن. ناگاه خواهی دید همان کس که میان تو و او دشمنی است گویی دوستی گرم و صمیمی است. اما جز کسانی که دارای صبر و استقامتند به این مقام نمی رسند و جز کسانی که بهره عظیمی از ایمان و تقوا دارند به آن نایل نمی گردند. و هرگاه وسوسه هایی از شیطان متوجه تو گردد از خدا پناه بخواه که او شنونده و داناست و از نشانه های او شب و روز و خورشید و ماه است. برای خورشید و ماه سجده نکنید، برای خدایی که آفریننده آنهاست سجده کنید
اگر می‌خواهید او را بپرستید و اگر از عبادت پروردگار تکبر کنند، کسانی که نزد پروردگار تو هستند شب و روز برای او تسبیح می‌گویند و خسته نمی‌شوند. و از آیات او این است که زمین را خشک و بیجان می‌بینی، اما هنگامی که آب باران بر آن می‌فرستیم به جنبش در می‌آید و نمو می‌کند. همان کس که آن را زنده کرد مردگان را نیز زنده می‌کند. او بر هر چیز تواناست. کسانی که آیات ما را تحریف می‌کنند بر ما پوشیده نخواهند بود. آیا کسی که در آتش افکنده می‌شود بهتر است یا کسی که در نهایت امن و امان در قیامت به عرصه محشر می آید؟ هر کاری می خواهید بکنید، او به آنچه انجام می دهید بیناست. کسانی که به این ذکر قرآن هنگامی که به سراغشان آمد کافر شدند نیز بر ما مخفی نخواهند ماند. و این کتابی است قطعا شکست ناپذیر که هیچ گونه باطلی نه از پیش رو و نه از پشت سر به سراغ آن نمی آید، چرا که از سوی خداوند حکیم و شایسته ستایش نازل شده است. آنچه به ناروا درباره تو می گویند همان است که درباره پیامبران قبل از تو نیز گفته شده. پروردگار تو دارای مغفرت و دارای مجازات دردناکی است. هرگاه آن را قرآنی عجمی قرار می دادیم حتما می گفتند چرا آیاتش روشن نیست؟ قرآن عجمی از پیغمبری عربی؟ بگو این کتاب برای کسانی که ایمان آورده اند هدایت و درمان است، ولی کسانی که ایمان نمی آورند در گوشهایشان سنگینی است و گویی نابینا هستند و آن را نمی بینند. آنها همچون کسانی هستند که گویی از راه دور صدا زده می شوند. ما به موسی کتاب آسمانی دادیم، سپس در آن اختلاف شد، و اگر فرمانی از ناحیه پروردگارت در این بار صادر نشده بود که باید به آنان مهلت داد تا اتمام حجت شود، در میان آنها داوری می شد و به کیفر می رسیدند، ولی آنها هنوز درباره آن شکی تهمت انگیز دارند. کسی که عمل صالحی انجام دهد سودش برای خود اوست، و هر کس بدی کند به خیشتن بدی کرده است، و پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمی کند. علم قیامت و لحظه وقوع آن تنها به خدا باز می گردد. هیچ میوه ای از غلاف خود خارج نمی شود و هیچ زنی باردار نمی گردد و وضع حمل نمی کند مگر به علم او. و آن روز که آنها را ندا می دهد و می گوید کجایند شریکانی که برای من می پنداشتید؟ می گویند پروردگارا ما عرضه داشتیم که هیچ گواهی بر گفته خود نداریم. و همه معبودانی را که قبلا می‌خواندند محو و گم می‌شوند و می‌دانند هیچ گریزگاهی ندارند. انسان هرگز از تقاضای نیکی خسته نمی‌شود و هرگاه شر و بدی به او رسد بسیار مایوس و نومید می‌گردد، و هرگاه او را رحمتی از سوی خود بعد از ناراحتی که به او رسیده بچشانیم می گوید این به خاطر شایستگی و استحقاق من بوده و گمان نمی کنم قیامت برپا شود. و به فرض که قیامتی باشد، هرگاه به سوی پروردگارم بازگردانده شوم برای من نزد او پاداش های نیک است. ما کافران را از اعمالی که انجام داده اند به زودی آگاه خواهیم کرد و از عذاب شدید به آنها می چشانیم.
هرگاه به انسان غافل و بیخبر نعمت دهیم روی می گرداند و با حال تکبر از حق دور می شود، ولی هرگاه مختصر ناراحتی به او رسد تقاضای فراوان و مستمر برای برطرف شدن آن دارد. بگو به من خبر دهید اگر این قرآن از سوی خداوند باشد و شما به آن کافر شوید، چه کسی گمراه تر خواهد بود از کسی که در مخالفت شدیدی قرار دارد؟ به زودی نشانه های خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان می دهیم تا برای آنان آشکار گردد که او حق است. آیا کافی نیست که پروردگارت بر همه چیز شاهد و گواه است؟ آگاه باشید که آنها از لقای پروردگارشان در شک و تردیدند، و آگاه باشید که خداوند به همه چیز احاطه دارد.